محیط زندگی شاه این فرصت را برایش فراهم آورده بود که نیازهای روانشناختی خود را به لحاظ اجتماعی جبران کند. شاه بودن برای محمد رضا پهلوی به لحاظ خودشیفتگی ارضا کننده بود و این خودشیفتگی در طول سالهای حکومت او به طور ثابت و مداوم رشد می‌کرد. محمد رضا در سالهای آخر حکومتش تلاش زیادی کرد تا خود را فرمان روای دانا و قدرتمند نشان دهد. یونیفرم های او و مدال ها و نشان هایش، عکس های فراوان او که همه جا وجود داشت، برگزاری مراسم باشکوه متعدد و اظهارات اقتدار طلبانه و متعدد او در زمینه کلیه جنبه های زندگی ایرانیان، جملگی اجزایی از ارائه چنین تصویری بود. علم تلگرافی را از اردشیر زاهدی به شاه می دهد که گزارشی بود از مقاله‌ای که در واشنگتن پست چاپ شده بود. در این مقاله اظهار نظرهای مختلف شخصیت‌های مهم آمریکایی درباره ایران گردآوری و ارائه شده بود. شاه به علم می‌گوید: از او بپرسید چرا اینقدر به نوشته‌های مطبوعات اهمیت می‌دهد. این مطالب چه به نفع ما باشد چه به ضرر ما، کوچکترین تفاوتی در نحوه اجرای سیاست ما نمی‌گذارد. فکر می‌کنید چه کسی ایران را به موقعیت شکوهمند فعلیش رسانده؟ روزنامه نگاران خارجی یا خود من؟ در 12 خرداد سال 52 علم برای تقدیم جزئیات سفر قریب الوقوع شاه و همسرش به حضور شاه می رود. شاه اسامی چند نفر از کسانی را که به عنوان ملتزمین رکاب پیشنهاد شده بودند حذف می کند، از جمله امیر متقی، معاون اسدالله علم. علم به شاه اشاره می کند که امیر متقی تقریبا کلیه افراد مهم را در دولت و مطبوعات فرانسه می شناسد و ذکر می کند که حضور او در این سفر امتیاز محسوب می شود. ولی شاه در پاسخ علم می گوید: این امتیازات دیگر به درد نمی خورد. من دیگر آنقدر در دنیا مهم هستم که در فرانسه هم مثل همه جاهای دیگه پوشش خبری خوبی داشته باشم. در یکی از گفتگوهایی که علم با شاه داشته می توان از سخنان شاه خود بزرگ بینیش را درک کرد. شاه تا یک گفتگویش با علم می گوید: مردم ایران امروز عاشق من هستند و هرگز به من پشت نخواهند. غرور و خود بزرگبینی شاه در مراسم تاج گذاری او نیز آشکار است. به جای آن که توسط نماینده‌ای از سوی مردم تاج بر سر بگذارد، خود تاج را برداشت و بر سر نهاد، در حالی که با این کار حداقل می‌توانست به صورتی سمبولیک نشان دهد که علاوه بر مقام موروثی منتخب ملت نیز هست. عدم تعادل و خودپسندی شاه او را به عظمت طلبی و همراه آن تکبر و تحقیر سوق داد. در سال 1352 شاه حکومت خود را به عنوان تمدن بزرگ معرفی می کند. در سال 1353 در مصاحبه با نیویورک تایمز گفت: در ایران آنچه به حساب می آید یک واژه جادویی است و این واژه شاه است.